اشکان صفایی از روبروی اقامتگاه ریاست جمهوری در اورشلیم همراه ما هست تا بیشتر برای ما بگه از اولین سفر وزیر خارجه جدید بریتانیا به اسرائیل. بله، همونطوری که گفته این اولین سفر دیوید لامی در مقام وزیر خارجه بریتانیا به اسرائیل هست و یکی از اولین سفرهای خارجی او در این مقام به طور کلی به حساب میاد. او دیروز با نخست وزیر اسرائیل و نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. در دیدارهایی که داشت، در بیانیه‌هایی که قبل و بعد از این دیدارها منتشر کرد، بر روی چند نکته تاکید کرده. یکی موضوع آتش بس هست، خواهان آتش بس شده. دومیش موضوع گروگان هاست، خواهان آزادی گروگان ها شده. خواهان افزایش کمک های بشر دوستانه به مردم در نوار غزه شده. گفته که شرایط، در واقع شرایط انسانی، کشته ها و خرابی که در نوار غزه به وجود آمده غیر قابل تحمل هست. از طرف دیگه گفته که زجر گروگان ها که به گفته او توسط گروه تروریستی، توسط تروریست های حماس نگهداری میشن، همچنان ادامه داره. علاوه بر اینها خواهان در واقع پیشبرد تلاش ها برای تشکیل کشور فلسطینی هم شده. اظهاراتی هم علیه شهرکسازی های اسرائیل در کرانه باختری بیان کرده. او ساعتی پیش هم در همین جا پشت سر من در اقامتگاه ریاست جمهوری اسرائیل هم با رئیس جمهور اسرائیل یצחק هرצוג و هم با یکی از در واقع دو نفر از گروگان های آزاد شده اسرائیلی دیدار کرد. در جریان این دیدار یצחק هرצוג رئیس جمهور اسرائیل اولا از او تشکر و قدردانی کرد و از اینکه او یکی از اولین سفرهای خودش رو به این منطقه، به خاورمیانه و به اسرائیل انجام داده. رئیس جمهور اسرائیل هم گفت که موضوع آزادی گروگان‌ها و بازگردوندن اونها در صدر اولویت‌های اسرائیل هست و تشکر کرد از تلاش‌های بریتانیا در راه بازگرداندن گروگان‌ها به اسرائیل. و وزیر خارجه بریتانیا هم او هم در واقع بر موضوع بازگردوندن گروگان‌ها و آزادی اونها تأکید کرد و گفت که امیدوار هست که مذاکرات در همین چند روز آینده به یک توافقی منجر بشه که گروگان‌های اسرائیلی به این کشور برگردن و آتش بسی در نوار غزه برقرار بشه. مرسی از توضیحات اشکان صفایی، همکارم که از مقابل اقامتگاه ریاست جمهوری اسرائیل در اورشلیم همراه بود.